دیدی پاستیل چقدر گرون شده؟ با یه بسته ژله میتونی خودت تو خونه این همه پاستیل درست کنی. یه بسته ژله با تم و رنگ دلخواهتون، پودر ژلاتین و گلوکوز آب سرد رو با هم ترکیب کنی. گلوکوز همه لوازم قنادیا دارن و اصلا قیمتی نداره. روی بخار آب بذارید کاملا یک دست بشه. این کف روش هم حتما جدا کنید که پاستیلاتون شفاف بشه. قالبای سیلیکونیتون رو با کمی روغن مایع چرب کنید و مواد پاستیل رو بریزید داخلش. یکی دو ساعت توی یخچال بمونه، خودشو میگیره و حاضره. اگه قالب ندارید میتونید یه ظرف چرب کنید، مایع پاستیل داخلش بریزید، خودشو که گرفت برش بزنید با چاقو. ببینید وقتی پاستیل خودشو بگیره خیلی راحت از توی قالبش خارج میشه. من با ژله تمش درستش کردم که تمش عالی بود. با هر تم ژله که بخواید میتونید درستش کنید. شما فقط کش پاستیل رو ببینید. این یه ایده خوشگله واسه میزای یلداتون، یا اگه میخواین واسه عروستون یلدایی ببرید خیلی خوشگل میشه اگه اینم روش بذارین. توی یه قیف پلاستیکی یه با مصرف قیف بستنی بذارید و توشو میتونید با دونه های انار، اسمارتیز، پاستیل، شکلات یا هر چیزی که دوست داشتین پر کنید. سر قیف هم با یه روبان ببندید و حتی میتونید به روبانش فال حافظم بزنید و خیلی روی میزای یلدا خوشگل میشه. این قیفای پلاستیکی یه با مصرف و قیف بستنی رو میتونید از همه لوازم قنادی تهیه کنید و قیمتی هم ندارن. البته که قیف بستنی رو میتونید از آب میوه بستنی فروشی هم بگیرید. من سما هم و برای ایده و آموزش بیشتر خوشحال میشم به پیجمون سر بزنید. این سالاد یلدایی خوشگل رو حتما درست کن. سینه مرغ پخته و ریشی شده، انار، گردوی خرد شده، ماست، سس مایونز و نمک و ادویه رو با هم ترکیب کنی. میدونین که لبو رو توی قابلمه بخواید درست کنید حداقل 2 3 ساعت طول می‌کشه بپزه. ولی من داخل مولتی کوکر نوتریکوک درستش کردم و حدوداً 45 دقیقه‌ای کامل پخت. این دستگاه هم زودپز، هم پلوپز، هم آرامپز، هم داخلش میتونید ماست و چیزای دیگه درست کنی. نکته خوش رنگ موندن لبو هم تو کپشن واسهتون نوشتم. پوست لبو رو بعد از پخت جدا کنید، رندش کنید و آب اضافیشو بگیرید. یه لایه روی سلفون بریزید، مواد سالاد رو به این صورت بریزید روش و به این صورت گرد جمعش کنین. نیم ساعت یه ساعت بذارید توی فریزر منسجم بشه، شکلشو حفظ کنه. بعد از لای سلفون خارجش کنید، توی ظرف سروتون بذارید و یه تیکش رو این شکلی ازش جدا کنین. حالا روی قسمت داخلیش سس مایونز بزنید و دونه های انار رو بچسبونین. روش هم تاج انار رو بذارید. واسه شب یلدا خیلی خوشگل و خوشمزه میشه.